موسی هستم در ادامه تدریس فلسفه 12 که ما تدریس کنیم درس 11 فلسفه 12 ما تو درس‌های قبلی با برخی از فیلسوفان مسلمان آشنا شدیم، فارابی، ابن سینا، سهروردی. فارابی و ابن سینا رو در قالب فلسفه مشرقی خوندیم، سهروردی رو در قالب فلسفه اشراق، و در حال حاضر می‌خوایم با حکمای معاصر آشنا بشیم در درس گذشته. حکمای معاصر مثل ملا صدرا، میر داماد، علامه طباطبایی و غیره. عنوان درس یازده دوران متأخر، متأخر یعنی اخیر، جدید. پس تو این درس عنوان درس می‌دهم حکمای معاصر. با دقت مطالعه کنید، ما بایستی متن کتاب رو خط به خط تحلیل کنیم. پس کتاب باز درس 11 یه مداد هم دستت باشه، هر چی من گفتم و بعدا 7-8 تا دیگه هم تکرار خواهیم کرد. اگر از آغاز ظهور اسلام تا ابتدای حکومت صفویه رابطه این دوره چی متقدم، دوره قبلی، از صفویه تا دوره معاصر متأخر. پس دو قسمتش کرده بچه ها، دوران متقدم و متأخر. متقدم آغاز اسلام تا صفویه و متأخر از صفویه هستش تا معاصر زمان حاضر. لازم است با اوضاع فلسفی این عصر و بزرگترین فیلسوفان آن آشنا بشیم. قبل از ورود به دوره متأخر اخیر باید این نکته بررسی کنیم که فلسفه در همان ابتدا رقیبی به نام علم کلام داشت. چرا میگه رقیب فلسفه؟ چون متکلمان و علم کلام هم همه چیز رو به لحاظ عقلی و استدلال بررسی می‌کرد. البته نه همه متکلمان. تو پرانتز رو خدمت بگم، متکلم قبلا رو گفتم تو درس قبل، متکلم عالم علم کلام. علم کلام در واقع چه بحث می‌کنه؟ اصول اعتقادات عقاید اسلامی. متکلم ها دو گروه میشن، دقت داشته باشید. متکلمان دو گروه هست، معتزله، اشاعره. معتزله ها عقل‌گرایان بودند که به اصالت عقل اعتقاد داشتند، هرچی با عقلشون انطباق داشت تعریف میکردند. قبلا تو درس قبلی مفصل توضیح دادم. و اشاعره طرفدارای ابوالحسن اشعری، اشعریون. اشاعره یه نهضت ضد عقل بودن. اشاعره مثل کی؟ مثل غزالی، مثل فخرالدین رازی، که اینا درس قبل خوندیم انتقاد میکردن به فلسفه مشرق. یه دوی به غزالی بدن تو ها فوق فلسفه نوشته بود. پس اینا منتقدین به فلسفه مشرق بودن. اینجا رو میگه چی؟ میگه فلسفه از همان ابتدا یه رقیبی به نام علم کلام داشت. چون متکلم ها همچون فلسفه بحث استدلال به عقل مطرح میکردن. دانشمندان علم کلام به این میگن تحقیق خلق کتاب. این بهترین روش مطالعه کلی هستش برای بفهمیم از حافظه رسمانی چندی ما دانشمندان علم کلام که روش میگیم متکلم. پس متکلم عالم علم کلام میخواستن از طریق عقل و استدلال از معارف دینی دفاع کنند. پس دفاع معتزله از دین حالت عقلی و استدلالی داشته. نقطه مهم. بسیاری از متکلمان و فلاسفه مخالف بودن، گفتم به بچه ها مثل غزالی، مثل فخرالدین رازی و از فیلسوفان انتقاد میکردن. برخی از انتقادها آنقدر شدید بود که فلسفه را پس از ابن سینا در بخش‌هایی از جهان اسلام به رکود کشاند.
ترجیح می‌کنه. انقلاب‌های اشاعره، متکلمان اشاعره مثل غزالی و حوزی باعث افول حکمت فرشا شد در جهان اسلام به جز ایران. تو ایران فرسنده باشه خوف نکرد در بقیه نقاط انتقادهای اشاعره، انتقادات متکلمان اشاعری به فلسفه اسلامی باعث افول و در واقع افت شدید فلسفه اسلام شد در بسیاری از نقاط جهان اسلام به جز ایران. البته در ایران این انتقادها تاثیر کمتری داشت. فلسفه همچنان تو ایران زنده بود تا اینکه پس از دوره طولانی از کشمکش‌های اجتماعی که در بین حرمه مغول پیش آمد با آغاز حکومت صفویه، تو صفویه حکومت ایران ثبات بیشتری پیدا کرد. واسه همین ما در دوره صفویه شاهد رشد و موندن احیان فلسفه هستیم. با آغاز حکومت صفویه نقطه مهم ایران به ثبات پایداری رسید. همین ثبات پایداری باعث شد که در پایتخت صفویه اصفهان علم و دانش رونق بگیره و فیلسوفای بزرگی ظاهر بشن و فلسفه وارد مرحله جدید میشه. پس در دوره صفویه بعد از اینکه در صفویه در ایران ثبات ایجاد شد فلسفه دوره جدید خودش رو آغاز کرد. گفتیم دوران متأخر از صفویه آغاز میشه. بعضی از فیلسوفای این زمان میر محمد باقر میرداماد، شیخ بهاءالدین محمد بن حسین مشهور به شیخ بهایی، ابوالقاسم میرفردوسی و بالاخره محمد بن ابراهیم قرقاوی شیرازی این سفرات خود مشهور مولا سنا یا سناتنهیم. خب دقت داشته باشید، میرداماد استاد فلسفه مولانا سره بوده و شیخ بهایی استاد فقه و اصولش بوده در اصفهان. باز تفکیک میکنیم، پس سه تا استاد بزرگ، یکی در واقع میرداماد بوده و در واقع یکی شیخ بهایی بوده و یکی هم در واقع میرفردوسی و محمد بن ابراهیم قرقاوی چی از دانشجوی مولانا سره به سر بودن که در واقع توی این درس تاکید و عمده و بعد که هستش خود بستن کنید. بیریم صفحه بعدی. مولانا صدر شیرازی بنیانگذار حکمت متعالیه، متعالی تعالی بدتر بالاتر صاحب حکمت متعالیه مولانا صدرا یا صدر متعلمین شیرازی در سال 979 قرن ده و یازده بیشتر قرن یازده بوده تا اواخر قرن ده متولد شده در شیراز دنیا میاد. تحصیلاتش آغاز میکنه در شیراز. پس از مرگ پدرش میره اصفهان، میراث پدرش که ارث بشه تحصیل در اصفهان کرد و به عالی‌ترین مراتب حکمت رسید
وقتی رفت کلاس درست شیخ آقایی وصل وصل اشتغال شیخ آقایی رفت کلاس درست فرصفی میبهان که برگرموزه حوضی فرصفی اصفهان باز تبکیم میبارم دوتا استاد داشته اول این کلاس شیخ بهایی از شیخ بهایی فقه و اصول یاد میگیره بعد پیشنهاد شیخ بهایی میره کلاس فلسفه کی میدامان پس استاد فلسفه مولا صدر کی بوده؟ میرداباد معلم صدرس میرداباد نقطه مقبولی فیلسوف مشاهیه که میخواست حکمت مشاه رو با اشراق درمیتن و مشاه رو تفسیر اشراقی کنه میرداباد از فیلسوف مشاهی به اشراقیه میرداباد مشاهیه یه فیلسوف مشاهی که میخواست مشاه رو با اشراق درمیتن به مشاه جمعه اصلاحی و اشراقی بده کی؟ میرداباد نقطه بسیار رو بیاره مشاه روش روش فکری این دوستا بود دوستا شفاهی میداد که علاوه علوم روز در عرفان هم در واقع از دوانه بودن روح و جان ملاستر رو بزرگ عرفان آشکار احساس کرد و ایشون در این دوره درد جدید از این معرفت بود پس میرداد و شفاهی روح و جان ملاستر رو با زوق و عرفان آشکار کرد در ادامه لطفاً کار سفر بیارید کار سفر رو برز کنید لطفاً خب کار سفر حتما مطالبه بشه کار سفر حتما مطالبه بشه ملا صدا بحث علم درونی علم درونی پاورنگ خیلی مهم علم درونی علمی که بنده بدون واسطه بشر از خدا میآموزه است یه درونیه با دقت بچه تو برقی خواهد بود با برقی بسیار حساس و مهم ببینیم صفحه برقی خب در ادامه زندگی آورش ملا صدرا پس از تکمیل تحصیلاتش به شیراز آمد بودند تو مدرسه خان شیراز که از خرابهاش در شیراز هست تدریس میکنه تو مدرسه رقیبان و ملک حسد فرزیدن مولا رسالت خیلی از عدیباش مولا بگیرد او به ناچار آزل قوم میشه در روستایی به نام توهج که حد فاصل قوم و کاشان هستش پانزده از قومش رو به تفکر و امانت سرزوک سبری خوب دلت داشته باشه مولا صدرا پس از تحصیلاتش به شیراز برمیگرده در شیراز مورد حسادت قرار میگیره یه عده در سرعت از یک و آزارش قرار میگیره مولا صدرا در زندگی نامش گفته حقیقت این است که زمانه مرا به جماعتی کودن مقرر کرده است گیری مش آدم کودن افتادند چون حال را به دیمه قرار میدم آزوق خاطر در برخ روانی منزلی گشتند موزنی شما دوستن را از شیراز در میرم سمت که از سر قوم میره 15 سال تمام در کوهک قوم میمونه زندگی میکنه توی 15 سال عبادت میکنه مطالعه عبادت و مطالعه فقط ملا صدرا بسیاری از مواردی که در واقع نسبی که چه دازه این توی 15 سال نسبی شده در خاطراتش نوشته آنچه را که در اثر از طریق عقل و برهان قرار گرفته بودم از راه شهود هم بهش رسیدم ببین میگه آنچه که از قبل از راه عقل به دست آورده بودم از راه شهود هم بهش رسیدم یعنی مولا صدرا هم یه حکیم اشراق شده هم به استدلال عقلی رسیده هم به شهود قلبی رسیده مولا صدرا زندگی نامش رو بچه ها میخونم میریم ادامه درس مولا صدرا پس این دورانی که خیلی سخت گذشته در یکم روزهای قوم و مطرح میکنه مولا صدرا حتما حتما بچه قوم دانشجوی قومی زندگی نامش رو در بچه ها خواهد بود حاشیه ها فراموش نشده حاشیه ها فراموش نشده خب خلقت گزینی و تفکرات و تعاملات امیر طولانی و عبادت ها و ریاضت ها به تدریج عقل و جان مولا صدرا رو برای جهشی بلند در صفحه معرفت مهیا ساخت یعنی آماده کرد پس چه عاملی این خلوت گزینی ریاضت درش گرفت مطالعه کرد عبادت کرد
خلوت بسیدیم، تفکرات، تعملات عمیق، عبادت ها و ریاضت ها به تدریج زمینه چه فراهم کرد؟ باعث شد عقل و جان مورد استعداد برای جهش بودن دست به معرفت آماده بشه. انوار حیوان، امواج نور بر او تابید و الطاف الهی پیوسته بر وی جاری گشت. اسرار و رموز بر او آشکار شد تا آن زمان آشکار نشد. میگه آنچه را پیش از آن به قربان، این رو به خدمت شما الان گفتم، آنچه را پیش از آن به قربان فرا گرفته بود از راه شهود قلبیش رسید. این همه استدلال عقلی و هم شهود قلبی. پس از 15 سال بار دیگر به شیراز برگشت و زندگی آتش برگشت. این بار حاکم شیراز اونو که از سرپرست مدرسه خان حاکم شیراز نگاه که اونو تحمیل میگیره و اون رو بوده رئیس مدرسه خان در شیراز. این مدرسه شد خانون اصلی علوم همی در ایران. تا آخر عمرشم زندگی صرف علم رو تحصیل میکنه. در سال 1050 گفتم قرن 11 میشه فوت میشه. ایشون از من 7 بار کنم بلستم و 7 بار با پای پیاده رفته مکه رو برگشته. در 7 روز سفرش وقتی از مکه رو برگشت در بصره عراق فوت میشه. در بصره عراق فوت میشه و در واقع در مرمد اونم در نجف هرشن هست میشه. در ادامهش اما تحقیقاتش رو یک روزم ادامه تحقیقات رو برستم. تعریفات خیلی زیاد داره. مهمترین کتابش اسفار عربه، اسفار سفرهای چهارباره. ملا صدرا در کتاب اسفار عربه مراحل سیاسی که عرفانی که اون عرفا گفته بودن بهشون حالت عقلی و استدلالی داده. ترجمه کنم عرفا معتقدن یک صادق یا عارف برای که سیر سلوک کنه به سمت حق بره 4 مرحله بسیار دشوار را پشت سر بذاره. حالا ملا صدر در اسفار اربعه گفت هر کدوم از مباحث عرفانی شامل کدوم مباحث فلسفی و عقلی میشه. این در اسفار اربعه ملا صدر چه کار کرد؟ نقطه یادداشت کن. ملا صدر در اسفار اربعه اومد سلوک عقلی و استدلالی رو با سلوک عرفانی هماهنگ کرد. ترکیب داد سلوک عقلی و استدلالی رو با سلوک عرفانی هماهنگ کرد. کی مورد استدلال؟ اسفار عقلی بهش خلاصه میگه چی؟ اسفار یک نوع دائره المعارف چیه خانم ما و آقای بومون فلسفیه ضمن بیان افکار خودش نظرات ابداعی و مستقل هم میکنم چون ضمن بیان نظرات فلاسفه قدیمی مثل ملاس مثل سهروردی و ابن‌سینا و غیره میاد نظرات جدید خودش رو مطرح میکنه. پس اگه گفتم ملاس صدرا در کدوم کتاب حکمت متعالی رو تأسیس کرد؟ در اسفار. این کتاب با الهام از سفرهای چهارمرحله عرفا تقسیم بندی میشه. گفتم عرفا میگن انسان در سلسله که آرزوهاش 4 مرحله رو پشت سر بذاره در 9 جلد هم چاپ شده. شواهد روانی کنار برداشته کتاب موضوعش فلسفیه با شیوه اشراقی و میشه سهروردی اهل و تبدیل یافته از کتاب‌های اولیه ملا صدرا است. اون نظرات اول خودش رو نگاه کنید. پس اول آراء فلسفی ملا صدرا در شواهد روانیه. تفسیر قرآن رو نوشته. تعداد از سوره قرآن رو در واقع تفسیر کرده. ملا صدرا رو اینا میگن داره مفاتیح الغیب با اسرار و آیات که تو قدر زیاد داره چند شما بودیم پاورمی و بچه هم نهرتی خاص بشته شده باشید این ادامه باشه. مبدع و معاد
خلاصه نیمه دوم اسفار، اسفار چهار مرحله بود. اینه نیمه دومش نمی برداسه، خلاصه برداسه شامل خداشناسی و بحث مواد، خیلی مهم بحث مواد و خداشناسی. از کتب مهمتر مولاستند هست مبدأ و مواد. مشاعر کتاب کوچیکیه، در مورد وجود و بزمان میشه. مظاهر الهیه مثل مبدأ و مواد و در حجم خلاصه مبدأ و مواد. حدوث آدم در مورد چگونگی خلق جهان به نظر فلسفی مولاستند توی کتاب نظر فلاسفه یونان و مسلمان نقد و نقد و نقد میکنه و ضمن نظر خودشان مطرح میکنه. یا دیگه نقطه مهم زیاد داشت با دقت که کتاب دونه دونه بررسی میشه، احتمال در کنکور یا سوالیات بسیار زیاده. حدوث آدم چگونگی خلق جهان نظر فلاسفه یونان مسلمان اونا رو نقد نظرش مطرح کردن، نظر خودشان هم مطرح میکنن. اما یکم مطلب خب مشکل فلسفش، خب مشکل روش فکریش ما قبلا داشتیم. روش مشکلی رو عقل استدلال، روش عرفا شمول عرفانی و قلبی و باطنی، روش سهروردی شهود قلبی و استدلال عقلی. هرچند بیشتر شهود قلبی و بیشتر این میگه سهروردی، اما ملا صفرا روشش سه ترتیب میشه. ملا صفرا روش فلسفیش چگونه است؟ ترکیبی از برهان عقلی به اضافه شهود قلبی به اضافه وحی قرآنی، قرآن عقلی، شهود قلبی و استدلال عقلی در وحی قرآنی نظر فلسفه مولاستند اسمش حکمت متعالیه نتیجه تکاملی دو روش خودش است. این چی؟ نتیجه این دوتاست، مشاه و اشراق. پس متعالیه حالت تکامل یافته مشاء و اشراق و نیز اوس دائمی و وهم و اوس دائمیش با وحی الهی برقرار در شخصیت وجودی مولاستند برهان عقل شهود قلب و وحی سه تا، یک برهان عقل، دو شهود، سه وحی برهان، با هم قلیت الفت یافتن الس. و این الفت فلسفی برمانه که سرامت فلسفه های در بود. پس کتاب یه فلسفه متعالی سرامت و حالت تکامل یافته فلسفه فرقیه. بهرمندی مولاستند از عرفان شروع یا بعد فلسفه رو از معیارهای پذیرفته شده در شده فلسفه تویی نمیسازن. خصوصی ها مهم کتاب میگه اینکه مولاستند را به عرفان و شهود و وحی قرآن توجه داره دلیل اینکه از اصول فلسفی در واقع تخطی کرده باشه و اون مولاستند را فیلسوفه، چون در واقع هستی و وجود بحث میکنه. موضوع فلسفه چه بود؟ موجود به ما خوب هم موجود، موجود به ما خوب هم موجود، یعنی موجود از آن جهت که وجود داره. پس هرچند مولاستند از قبل شهود قلبی قرآن رو هم میگه ولی هرگز اصول و چارچوب رو فلسفی کنار نمیذاره، همیشه مولاستند یک فیلسوف محاسبه میشه و حساب میشه. یا دیگه بهره‌مندی و استفاده مولاستند از عرفان و شهود فلسفه او را از معیارهای پذیرفته شده در دانش فلسفه تولید میکنه و به عرفان و کلام تبدیل نمیکنه، زیرا وی در مقام فیلسوف میدونه که میزان فلسفی بودن یک مدرسه هست اینی که اولا هر مدرسه که در مورد موضوع فلسفه رفت داشته باشه، موضوع فلسفه چه وجود، اینا موجود به ما خود هم وجود، این وجود موجود از آن جهت وجود داره. ثانیا
مرتکب عقل استدلال عقلی باشه، نه شعور قلبی و یا نقلی، نه کلام. به اون دیگه پس کل اصل اون داریم اصول فلسفی رو رعایت کرده. اول از همه اینکه در واقع در اون موضوع فلسفه بحث کرده، وجود دوم از ابزار فلسفه، روش فلسفه خارج میشه. ابزار فلسفه چیه؟ عقل استدلال. پس کل اصل یک فیلسوف نه یک عارف، نه یک متکلم. ایشان این اصل رو در آثار فلسفه خود به خصوص در اسفار مراد کرد و در هر موردی که از شهود یا فرد برمونده از این بومن و نه به عنوان قائل استدلال بلکه تأیید و شاهد آن را برمونده بیز کار چه عقل استدلاله. هر چه از شهود یا وحی قرآن رو برمونده وحی قرآن و شهود رو میاره برای تأیید عقل که عقل منافق و قلب یا وحی قرآن نداره. قبل از خوبی مولا سرده در کتاب مبدا و معاشید گفت فلسفه یازده داشتیم در زمان داشتیم مولا سرده گفت افسوس و نفرین به حال فلسفه که قوانینش منطبق بر کتاب و سنت نباشه، افسوس به حال فلسفه که قوانین فلسفه منطبق بر قرآن نباشه. پس فلسفه همش قرآنیه. فلسفه چون از ما استدلال داره، پس منابع حکمت مطالعه بیدیم پایدار برده محصه بردی اون قسمت منابع حکمت اشتراک مذارد با منابع حکمت مطالعه مولا سرده مولا سرده چهار تا منبع کمک گرفت در تدوین حکمت مطالعه. یک فلسفه مشا، اشتراک، عرفان، قرآن. تو فلسفه مشا به ویژه استدلال میکرد به اندیشه های مستدل ابن مستدل استدلالی ابن سینا. مولا سرا از فلسفه اشتراک و سهروردی خیلی کمک گرفت در تدوین اندیشه هاش، به ویژه از عرفان کمک گرفت. و شخص محی‌الدین عربی، محی‌الدین عربی بنیانگذار عرفان شیخ اکبر باشم کرد یا ابن عربی و از تعالیم و قرآن رسول و احادیث رسول خدا و غیره حریمه اطفال استفاده کرده. پس چهار منبعی که مولا سرده ازش کمک میگیره در تدوین فلسفه مشا، اشتراک، عرفان، قرآن و تعالیم آسمانی. خب پاولگی رو حتما محی‌الدین عربی ملقب شیخ اکبر به عربی در واقع عرفان نظری رو در واقع ایجاد کرده با دقت مطالعه خواهد. میریم صفحه بعدی. خب کار ساز و حاشیه ها حتما دلیل مطالعه میشه. باز تاکید میکنم پاسخ تمرین ها و فعالیت ها رو توی فایلی تو کانال خودم گذاشتم اکسایت الگومسی. خب یا از خیلی مهم تا حدی پیچیده و خیلی با دقت بخونیم و خیلی حواستون به حرفم جمع کنیم توی قسمت اصول فلسفی و نسبت را به عبارتی میشه که اسمش رو تو اسلام این گذاشت مبانی حکمت مطالعه. مولا سرده بر مبانی چه اصول فکری کنه؟ چند تا اصل فلسفی خیلی مهم. اول از اصالت وجود، اصالت وجود این مهمترین اصل قبلش کتاب خط به خط تحقیق کنیم موقع مطالعه از هیچ نقطه نباید گذران رو کرد. فلسفه مولا سرده یا مطالعه دارای اصول فارمایی است که تا اصل به یا تحقیق و زمان رو یا تحقیق بود و ارتقال ایشان بود یا به صورتی که مولا صدر آمدن در هم قرارداد ترتیب فراهم کرد تا زمان اون انجام نشده. یعنی چی؟ یعنی مباحثی که مطرح کرد یا اولین بار خود مولا صدر مطرح کرد یا اگه مباحث قبلا هم مطرح شده بود این آقا اومد ترکیبی و دقیق‌تر اون رو بررسی کرد. با توجه به مستقیمی و ضرورت طرح مقدمات مختلف
برادر رسول از برای تفسیرات ما میگذرید و به معرفی اجمالی آنها. پس اصول حکمت مطالعه تو این قسمت به طور خیلی اجمالی و خلاصه بحث میشه. مهمترین بحث اصالت وجود نقطه نظرش رو بریز که حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجود است. تأکید میکنم حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجود است. یه دونه این لحظه اول یه اصل رو مطرح کردیم به نام مقایرت وجود واقعیت در ذهن. تأکید میکنم یه اصل بود به نام مقایرت وجود و واقعیت در ذهن. ما گفتیم هر واقعیت میتونه از دو جنبه بررسی بشه، یکی وجود یکی ماهیت. من هم ماهیت دارم هم وجود دارم. ماهیت هم چیه؟ احسان بودن هم حیوان ناطق حیوان متفکر و وجود من بودن من هستی من. پس من از دو جنبه بررسی هستم، من دو جنبه دارم ماهیت انسان وجود هستی. حالا سوال اینجا اینه اصالت با کدوم؟ واقعیت با کدوم؟ کدوم اصله؟ وجود یا ماهیت؟ مولا سلو قطعا میگه وجود. چرا؟ چون همه موجودات در اصل وجود با هم اشتراک دارن. ما همه تو وجود با هم وحدت داریم. ماهیت ها با هم یه فرق کنه. ماهیت من انسانه، این ماشی که اون کمتره، اون ستاره هست، اون خورشیده، اون کتاب بقیه. ماهیت ها متفاوت و کثیرن. متفاوت و کثیر زیاد هم ولی همه این ماهیت هم توی این اتاق کلاس سالن کلی ماهیت های متفاوت وجود داره ولی همه اینا توی اصل با هم مشترک هم. اون اصل چیه؟ وجود هستی. واسه این مدرسی هم اعتقاد داره همه ماهیت ها توی هستی با هم وحدت پیدا کنه. بهش میگه اصالت وجود. اصالت وجود این مهمترین اصل حکمت مطالعه است. حتی اصلهای بعدی مثل تشکیک وجود، وحدت وجود، حرکت جوهری، فقر وجودی که بعضیشون که توصیف نداده مثل ما، همه این اصول مبتنی بر اصالت وجوده. مثلا گفتم حکمت مطالعه مبتنی بر اصالت وجوده. اصالت وجود مهمترین اصل فلسفه مدرسه. این عکس بنیادی ترین اصل مدرسه فلسفه مدرسه است. مهمتر اصل گفتم در سایر مباحث فلسفی و به صلابت علت و معلول وجوب و امکان مراتب هستی و حرکت تأثیر عمیق داشته. پس اصالت وجودی که مطرح میکنه بر بقیه مباحث فلسفی ایشون تأثیر عمیق داره و من این پیدا به طور مختصر توضیح دیگه کنم. وقتی ما چیزی رو مشاهده می‌کنیم و متوجه بودن آن می‌شیم بگیم این هست. تو این جمله از وجود هستی آن استفاده می‌کنیم. اگر متوجه چیستی آن نشیم بگیم این سیب است و با این جمله چیستی و ماهیت رو بیان کنیم. پس از هر چیز خارجی یعنی هم واقعی خارجی دو مفهوم به ذهن ما میاد، وجود ماهیت. پس هر واقعیت از دو جنبه بررسی میشه، وجود ماهیت که البته وجود یک ماهیت نیست. به تو گفتم تعالی رو بررسی کرد مقایرت وجود ماهیت در ذهن. وجود در میان همه اشیاء مشترک، وجود در میان همه اشیاء مشترک اما هر شکلی ماهیت خاص خودش داره. تاکید کنم آقا جون ماهیت رو هم متفاوته. گفتم ماهیت این ماهیت یه چیز دیگه است ولی همه این دو تا در وجود با هم اشتراک داره. لذا ماهیت ها جنبه تمایز و اختلاف از شکل وجود جنبه وحدت ها تاکید کنیم که دوباره دیگه تاکید میکنم برای مثلا یه خورده پایینتر گفتم جمله هر روش تحکیم کنم داره چی؟ وجود مشترکی به همه است اما هر شه ماهیت خاص مشتره. ماهیت جمعه تمایز و اختلاف وجود و شده وحدت همه ها فرقی کنم نقطه بسیار مهم
اینجا تو کافه سبز تأکید مجدد وجود میگه همه اشیاء آدم در بودن با هم تفاوت ندارن، بعد از وجود ماهیت اشیاء است که ماهیت با هم تفاوت داره، کثرت کثرت تفاوت ماهیت ها کثیرن متفاوتن زیادن اما همه در وجود مشترک. این دو تا عبارت رو در یک جمله خلاصه میکنن، بهش میگن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. پس به این نقطه هم اشاره کردیم. در ادامه حال با توجه به این واقعیت، این که واقعیت خارجی یک چیزه، واقعیت خارجی هم وجود بود، این واقعیت حتما مثلا مفهوم چی وجود یه واقعیت جوابش وجود منصبه ته مبارس مفصل ساده بکنه که واقعیت خارجی همه وجود است. به عبارت دیگر آنچه واقعیت خارجی رو تشکیل دهد وجوده، آنچه واقعیت داره وجوده نه ماهیت. از آنجا که هر وجودی با تعیینی خاص، تعیین ماهیت خاص، تعیین ماهیت خاص اینجا در خارج هست، از این تعیین خاص وقت ماهیت درست کنه، تعیین خاص ماهیت مثلا وجود انسان ویژگی ها و ماهیت های خاص داره که زمین ساز مفهوم انسان در زمین هاست و وجود اصل ویژگی ها تعیین دیگری دارد که مفهوم اصل رو زد ما میآورد. پس اینا هر دو ماهیت های خاص خودش رو دارن اما اصل انسان رو چی بودن مشترک هم تو وجود. پس اصالت و واقعیت خارجی ها از آن وجوده پایین‌تر خیلی مهمه. میخواد نتیجه بگیری نسبت به سوال. آنچه واقعیت دارد، آنچه واقعیت خارج تشکیل میده و در خارج اصالت دارد، وجود انسان هست. نه ماهیت آنها. و ماهیت انسان هست، محبوس که از این وجود ها انتظار میشود، ساخته میشود. پس ماهیت ها انتظاری هست. وجود اصل نکته اولش رو ماهیت ها انتظاری و ساخت و پرداختی زدن ماهیت ها اعتباری هم ماهیت اعتباری و انتظاری وجود اصالت رو واقعی به قرق واسه نیستن ماهیت مفهوم انتظاری و اعتباری اما وجود اصیل و واقعی که درداشت رو بودیدن. پس اصل اول فلسفه مبنسل را بر اصالت وجود تکیه کنه. در ادامه یکی دیگه از اصول فلسفه مبنسل را وحدت حقیقت وجود به مبنسل حقیقت داره. همه موجودات در وجود حقیقت در حقیقت هستی با وحدت داره. مرمستقا با تکیه بر اصالت وجود با تکیه بر اصالت چی؟ وجود درسته؟ با تکیه بر اصالت وجود میگه حاج اصالت با وجوده و وجود هم امری واحد و بچه مشترک همه اشتراک گفتیم وجود بچه اشتراک همه وجودات همه تو وجود هم اشتراک دارن پس واقعیت خارجی امری واحده این چی؟ یعنی وحدت وجود وحدت دقیقاً بخواهدگر وحدت حقیقت وجود این حقیقت واحد همان هستی همان وجود یه نقطه به ده ها خوشان کرده اشیاء و موجودات در حقیقت هستی همان وحدت وحدت وجود نمیشه حالا نقطه که مهمتر این دیگه از مبانی فکری رو بسند تشکیک وجود تشکیک وجود خب تشکیک یعنی شدت و ضعف شدت و ضعف خب ببینید بیا دونه درس بحث رو ببردیم
از به خدا گفت اون انواع سهرنده از قابیت اشیا با چون مادیات میکرد نور بعد میگفت آیا همه موجودات بگرد از هم نور برخور دارد؟ خیر سهرنده میگفت تو درس ده درس ده میگفت تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت هست در چیه؟ شدت و ضعف نورانیت هم مولا سرلا میگه همه که اصالت با واقعیت با وجوده ولی همه به یه اندازه از وجود برخوردار نیستن وجود مشکک هستش مشکک این تشکیکی این شدت و ضعف همه به یه اندازه از وجود برخوردار نیستن قطعا برترین مرتبه وجود وجود مطلق که خداست وجود مراتب داره وجود زو مراتبه زو مراتب داره مراتب مختلف قبل از تشکیل وجود به نفعی هم ما دو تا مفهوم داریم دقیقا داشته باشیم یه مفهوم متقاطی داریم یه مفهوم مشکک یادداشت کنم مفهوم متقاطی و مشکک متقاطی چون بچه‌ها شما یادداشت کنید متقاطی یعنی به یک اندازه و افرادش صدق میکنه مشکک اسم دیگه‌اش چیز استعاص جمع زو مراتب مشکک یعنی به یه اندازه در افرادش صدق نمیکنه این مراتب مختلف داره شدت و ضعف یا دیگه ما با دو مفهوم میخواییم جاشته بشیم متواتی مشکک متواتی به یک اندازه افراد استعداد نمی کنه مثل انسان همه ما هم به یه اندازه انسان انسان همه شون لازه ذات و همیت یکی هستن همه ایمان باید فرمتن اینکه اخلاق اون رو مثلا اون شغل اون رو نجات اون رو غیر و غیر موفق بودونه این اختلاف ها در عرضیات در عرضیات در امور عرضی ها فرق بودن استفاده در ساخت ماهیت همه به یک نظر بزنید پس ماهیت ها متواتی هستند اما وجود مشکله زومرتبه مثل نور نورم که قبلا داشته مشکلی و زومرتبه شیرینی شدت زرف داره شیرینی اثر کجا شیرینی قلب کجا شیرینی قبولی خوبی کجا ماهیت ها با هم متقابل ماهیت ها یکی هم وجود ها با هم متقابل در اینجا مثل هم که شیرینی شدت زرف داره وجود هم شدت زرف داره پس توی نسبت مولا سرده اعتقاد داره اختلاف میاره موجودات نقطه رو یادش کن اختلاف میاره موجودات ناشی از شدت و ضعف مرتبه وجودی آنهاست ناشی از چیه؟ شدت و ضعف مرتبه وجودی آنها خب یه نقطه پس ما نور ضعیف داریم نور قوی داریم تاریکی هم داریم یه ساده فرقی آیا نور ضعیف از ترکیب نور قوی و تاریکی ایجاد میشه خیر ملاحظه میشه اگه نوری ضعیفی به ذات خود ضعیفه هیچ وقت اصلا نور و تاریکی با ترکیب نیستند پس بر همین اساس ها ما موجود ضعیف داریم موجود قوی داریم عدم و نیستی هم داریم آیا یک موجود ضعیف از ترکیب موجود قوی با نیستی ایجاد میشه خیلی مولا سرد اتفاق بده اگه موجودی ضعیفه به ذات خودی ضعیفه همین از ضعفیت داشته از بالا فیض گرفته بیشتر ضعفیت نداشته هیچ وقت هستی و نیستی عدم با هم ترکیب نمیشن ترکیب اینا بباره همونطور که نور ضعیف داریم نور قوی داریم تاریکی هم داریم موجود ضعیف داریم موجود قوی داریم نیستی و عدم هم داریم هیچ وقت دو تا نکته نور ضعیف در اثر ترکیب نور قوی و تاریکی ایجاد نمیشه و
هیچ وقت هم یک موجود ضعیف در اثر تبدیل موجود قوی با نیستی ایجاد نمیشه. خب ادامه تشکیل وجود شدن زهر مرحله وجودی. وجود حقیقت واحده داشتیم قبل حقیقت وجود قبل داشتیم، اما یه حقیقت واحد مراتب و درجات دارد و به اصطلاح منطقه را مشکل است، مشکل متوافی اصطلاح منطقه به نظر برسید. تشکیک وجود، شدت و ضعف داشتن وجود مثل شدت و ضعف در نور است. دلیل همونطور که نور شدت و ضعف داره، وجود هم شدت و ضعف داره. خودم باز تاکید میکنم، کی میگفت شدت و ضعف نور؟ سهروردی. کی میگه شدت و ضعف وجودی؟ ملا صدراعظم. نور حقیقت ایجاد است، اما شدت و ضعف داره. در این حال شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست، همش نوره، حالا اون که ضعیف قوی باشه. نور از همان جهتی نور از قوی است، نه اینکه باشه که ترک شده باشه، و نور از همان جهتی نور از قوی است، نه این باشه که مثل تاریکی ترک شده و ضعیف شده باشه. این دو نفر خیلی برمیده نه؟ و افتا خیلی ساده افتا برد شد بگه نور چه ضعیف باشه چون ترک باشه نور هیچ وقت نور ضعیف هم از ترکیب نور قوی با تاریکی ایجاد نمیشه، زیرا هیچ وقت تاریکی با نور فرق نمیکنه. زیرا تاریکی چیه؟ نبود نوره. وجود هم همینجوریه، وجود قوی با چیزی خارج از خود ترکیب نمیشه. چی؟ اینجا وجود با نیستی با هم ترکیب نمیشن، زیرا خارج از وجود چیزی نیست که وجود ضعیف هم به همین ترکیب پرده. علاوه این اصول مولا سر و اصول دیگه هم مطرح میکنه، مثل حرکت جوهری در عالم طبیعت احکوف و مستند طبیعت ها این چه مولا سر ها و این توضیح دیگه خطه تو بدم. یکی از اصول فکری مولا سر ها حرکت جوهری میگه جوهر و وجود اشیا ثبات نداره، سریال دائما در حال تغییر تحول و حرکت به سمت عالم بالا و مقام هستش. خب ببین اینجا مولا سر تمام میشه. در ادامه دست دوره معاصر حکمای سمافوری و علامه طباطبایی معتبری و زندگی را آموزش خیلی خلاصه و مختصر مطرح کرده. بچه ها دو سه با دقت نگاه بکنید، سالهای قبل از این فیلسوفای معاصر توی این قسمت سابیافت سوال خیلی کم اومده، اما در این نمیشه که ارسال نیاد. پس تا اون خط آخر رو باید دقیق مطالعه بفرمایید. تو ادامه درس بعد از مختصر ها باز بعضی از فیلسوفای معاصر آشنا بشیم. من به زندگی ها دارم سر رفت میکنم جای مهمشون مشخص کنم براتون. توی مرزه چندی بار دارم شما مطالعه کنم که دوره مخبی خاص با توش مجده بگیدم دوره معاصر فلسفه مختصر ها و مطالعه پس از ایشان به عنوان آخرین دستاورد فلسفی فلسفه در جهان اسلام کرده شد. اصلا دیگه بعد از مولا صدرا جامعه ایرانی یه جورایی به لحاظ فلسفی افت شدید میکنه. اکثر فیلسوفایی که بعد از مولا صدرا بودن مفسر فلسفه مولا صدرا بودن، تفسیر کننده مولا صدرا بودن. فلاسفه بزرگ صدرایی مولا صدرایی تلاش کرد نظرات عمیق و پیچیده مولا صدرا رو تحلیل کنند و به دانشجوهای فلسفه آموزش بدن، تا اینکه این میراث به روزگار معاصر برسه. در روزگار معاصر فیلسوفان رفیعی قزوینی، مهدی آشتیانی، آقا میر محمد کاظم عصار و آقا قمشهری مشعل فروغ حکمت رو روشن می‌نمایند. پاورقی خیلی مهم گفتم تو مرده مفهوم چند تا فکر کنم متواتی روشنده متواتی به یک اندازه بر افرادی صدق می‌کنم مثل احساس به یک اندازه ماهیت مشکک به یک اندازه صد نمیکنه، زو مراتی و شدت و ضعف داره. با دیدن پاورقی بچه ها خواهیتون بیدیم صفحه بعد
حاشیه ها فراموش نشه با فکرت از میان فلسفه دوره معاصر حوزه درس فلسفه امام خمینی یکی از پرنقش‌ترین حوزه فلسفه معاصر در اکثر علوم در همه علوم تلقی داشته در اسلامی در فلسفه همینطور گرچه جنبه سیاسی فقهی ایشان در انقلاب واقع شد به دیگر ابعاد شخصیش کمتر تلاش میشه اما واقعیت اینه که ابعاد فلسفی و عرفان جون بسیار درخشانه این مهمه به طوری که بسیاری از شخصیت‌های فلسفی معاصر قبل از امام قبل از اینکه در کلاس علامه از کلاس امام استفاده میکردن دو نکته مهم داشت اول اینکه رهبری امام خمینی در انقلاب وارد شد به دیگر ابعاد شخصیت ایشان کمتر توجه بشه امام در اکثر علوم اسلامی و فلسفه فراموش داشته فلسفه رو با زبان ساده و سلیس مطرح میکرده بسیاری از فیلسوفان معاصر میگن ما قبل از اینکه بریم کلاس درس فلسفه امام به کلاس درس علامه که مواضع پیش نمیگفته اول کلاس درس امام خمینی گرفتن یکی از این شخصیت ها شهید بطرمی بطرمی هم شاگرد علامه مبطرمی بوده هم شاگرد امام خمینی بوده بطرمی ساده از محضر امام خمینی هم استفاده کرده و پایگاه فلسفه خودش استوار کرد در محضر امام خمینی از استادان اصول فلسفه نقش شده که امام خمینی در تدریس حکمت روحانی مولا صدرا بسیاری از مدرسه مولا صدرا رو با قدیمی و با زبان و لحن بی‌نظیر چنان تفسیر امکان میکرد که از سطح بیان مولا صدرا فراتر پس مواسه اتفاقی حتی بعد شما فراتر از خود مولا صدرا تدریس میکرده ایشون در طرح مسائل عرفانی هم به نقاط بسیار کم نظیر و تازه همیشه اشاره میکرده کی از امام خمینی میدیم صفحه بعدی بله یکی دیگه از فیلسوفای معاصر حکیم بزرگ دوره معاصر علامه طباطبایی هستش بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر یک دو وارث حکمای بزرگ اسلام بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر و وارث حکمای بزرگ اسلام کیه علامه طباطبایی در سال 1271 در تبریز متولد میشه زندگی نامه‌هاش رو دقت بچه‌ها خواهند خوند در علوم مختلف تبرع داشته خب از زبان خودش که چیزی رو مطرح می‌کنه در ابتدای زندگیش به تحصیل خیلی علاقه داشته بعدها متحول میشه سمت اکونومیش میره ایشون خود جناب علامه طباطبایی حاشیه ها دقت خونده میشه شما خدمت شما که ببینیم صفحه بعدی گفته با غیر اهل علم میکنه معاشرت نداشته فقط با اهل علم معاشرت داشته ایشون قبل از بره کلاس مباحث رو مطالعه میکرده یه وقتی که در درس میافتم از آنش استاد گفت قبلا الله در هرگز اشکالی که استاد نبودم در سال 1325 میره قوم و اداره تحصیلش و با این کار تحول عظیم در حوزه علمیه پس همی که علامه طباطبایی هجرت میکنه از تبریز به قم تحول اصلی در حوزه علمیه قم ایجاد میشه در واقع ایشان میکنه در پیام نه از فلسفه و معقول خبر در حوزه و نه از تفسیر قرآن درسته بر خود لازم دیدم یک درس فلسفه یک درس تفسیر قرآن یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم خود علامه شروع میکنه تدریس فلسفه و قرآن اخلاق در حوزه نتیجه تدریس ایشون هم تربیت شاگردای زیادی بوده که بعضیشون هم بوده خود شهید مطهری شهید رشتی با هنر شهید هنر جوانی آیت الله جوانی آمانی آیت الله حسنزاده آمانی و آیت الله مسمانی هستی شاگردای که بودن علامه طباطبایی بودن صفحه بعدی اما تفسیر فرهنگی علامه بر جهان اسلام فعالیت علمی علامه
در زمان آغاز شد که اندیشه های جدید مذهب‌های فلسفی از اروپا به ایران آمده بودند. تفکرات ماتریالیستی و مارکسیستی، ماتریالیستی مادی‌گرایی، متریال، ماده. پس ماتریالیست این چی؟ مادی‌گرایی. و مارکسیستی کمونیستی در حال گسترش ایران بودند. ایشان اومدن با از با طلاب مستعد با استناد کلاس درس برگزار کرد. نه کرد علامه طباطبایی نه کرد انتقاد کرد به این دو مرحله ماتریالیسم و مارکسیسم. حاصل اون کلاسی که حوزه علمیه گذاشت، حاصل اون کلاسش اون کتاب اصول فلسفه در بشه رئالیسم. البته شرح اصول فلسفه رو شهید مطرح باجی در تن شد. اما آخرین صفحه از فلسفه دوازده تفسیر فرهنگی علامه طباطبایی. فعالیت علمی علامه زمانی آغاز شد که اندیشه های جدید اروپایی به ایران آمده بود، مثل تفکرات ماتریالیستی و مارکسیستی. زمانی علامه شروع کرد به فعالیت علمی که از اروپا مکاتبی ماتریالیستی و مارکسیستی وارد جهان استقلال ایران شده بود. ماتریالیسم از متریال ماده میاد. پس ماتریالیسم یعنی مادیگرایی. اندیشه‌های الهی هستند. وی ابتدا جلسات با حضور طلاب مستعد با استعداد گذاشت و توی کلاس‌هاش نقد می‌کنه فلسفه‌های جدید در اروپا رو به خصوص فلسفه نقد می‌کنه. حاصل اون کلاس‌ها میشه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که متحدی در این کتاب شرح نوشته. ترجیح می‌دادم علامه در حوزه علمیه اومد یه سری کلاس تشکیل داد با حضور طلاب ممتاز، با حضور طلاب نقد کرد مکاتب ماتریالیسم و مارکسیسم به خصوص مارکسیسم. شهید مطهری به عنوان شاگرد در علامه در این کلاس حضور داشته و در واقع بعدها بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و استاد خود شهر میسه. پس نتیجه میکنم حاصل کلاسهایی که با طلاب ممتاز میذاره علامه میشه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. اما در اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه دو تا کار مهم انجام میده. یک، در این کتاب علامه یک نقد میکنه افکار ماتریالیسم رو. دو، یک گونه فلسفه اسلامی برگزار میکنه و پاسخ بسیاری از مشکلات و مسئله های فلسفه اون موقع به طلاب میده. ایشون یعنی علامه طباطبایی با استادان دانشگاه ملاقات داشته همیشه. حتی یکی از فیلسوفان بزرگ و عمومی به هاردی در واقع ایشون جلسه داشته. مذهب شیعه رو به این فیلسوف بزرگ اروپایی میشناسونه که حاصل و مباحث کتاب شیعه یعنی علامه کتابی داره به نام شیعه در جهان اسلام. به هر حال علامه طباطبایی مهمترین کتابش کتاب المیزان. المیزان تفسیر المیزان بیست جلد در قدمت بیست سال رو نوشته. تأکید می‌کنم مهمترین اثر علامه تفسیر المیزان، تفسیر قرآن در بیست جلد به زبان عربی و در مدت 20 سال طول کشید که اونو بنویسه. اینجا فلسفه دوازدهم به پایان می‌رسه. از شما می‌خوام با دقت و تلاش بسیار زیاد کتاب فلسفه دوازدهم رو از صفحه اول تا صفحه آخر که الان تدریس کردم مو به مو، کلمه به کلمه، واق به واق با تمام وجودت بخونیم، تکرار کنیم و حافظه بسپاریم. این شعار منه. شما دو تا کار رو باید انجام بدید. یک، کتاب خوب بفهمید. دو، خوب حافظه بسپارید. من مطمئنم با توکل به خدا و با تلاش زیاد خودتون قطعا موفق میشید.